برای بررسی بیشتر این خبرها همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، واکنش ها به این موضوع برجام خیلی زیاده، اما از برنامه سفر رئیس موساد به ایالات متحده برامون بگو. خب آزاده، داوید برنا قرار فردا است در واقع راهی واشنگتن بشه. از روز سه شنبه با شماری از مقامات آمریکایی دیدار میکنه، از جمله مقاماتی که در ماهای گذشته با اسرائیلی ها دیدار نکردن، مثل رئیس CIA. برنا قرار هم هست که در کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده صحبت بکنه. گفته شده که در واقع دو موضوع محور صحبت‌هاش خواهد بود، دو سه موضوع. یکیش در واقع در مورد همین گفتگوهای اتمی و احتمال امضای توافق، دومی شرایط خاورمیانه بعد از امضای احتمالی توافق، و نهایتاً این که از ایالات متحده دوباره خواهد خواست که یک گزینه نظامی معتبر علیه جمهوری اسلامی روی میز بذاره. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، از جمله اطلاعاتی که رئیس موساد به آمریکایی‌ها خواهد داد، یکیش در واقع در مورد گسترش فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه در خاورمیانه هست، و دومیش این که در واقع او خواهد گفت که چطور اگر که این توافق امضا بشه روسیه از ایران استفاده خواهد کرد برای دور زدن تحریم هایی که علیه مسکو در واقع گذاشته شده. به گفته کانال 12 اسرائیل تا حدودی امیدوار هست که شاید دادن این اطلاعات بتونه آمریکا رو متقاعد بکنه که دست کم تغییراتی در قرارداد اتمی به وجود بیاره. از جزئیات مطلب هارتس هم برامون بگو که گفته که احتمالاً این موضوع امضای برجام میفته بعد از انتخابات کنگره. بله، خب این در واقع مقاله در هارتس از قول چند مقام مختلف اسرائیلی هست. یکی از این مقامات به هارتس گفته که اگرچه که این جواب به نوعی هست که بعضیا فکر میکنن که در واقع این توافق ممکنه شدنی نباشه، اما این توافق تا زمانی که مرگش اعلام بشه راه درازی باقی هست، و به گفته او افراد و گروه های زیادی هستن که خواهان امضای این قرارداد هستن و برای همین هم همچنان تلاش میکنن در راه امضای این قرارداد. یک مقام اسرائیلی دیگه گفته که ایران بارها سعی کرده که امضای توافق رو به عقب بندازه و احتمالاً این درخواست کنونیش هم برای بسته شدن پرونده های باز ایران در آژانس به همین منظور هست، منظور به تعویق انداختن این در واقع امضای این قرارداد هست. گفته این یک مقام اسرائیلی دیگه گفته که ممکن هست که امضای قرارداد به بعد از انتخابات ماه نوامبر در ایالات متحده در واقع کشته بشه. به گفته او در حالی که آمریکا میخواد که هر چه زودتر این قرارداد امضا بشه و این موضوع رو دولت بایدن پشت سر بذاره، اما جمهوری اسلامی خواهان این هست که باز هم به تعویق بیفته تا بتونه امتیازات بیشتری بگیره و اون وقت بعد از اون تازه تصمیم بگیره تهران که اصلا میخواد اون وقت قرارداد رو امضا بکنه یا نه. برخی از منابع هم به هارتس گفتند که به تعویق افتادن امضای قرارداد به بعد از انتخابات ماه نوامبر آمریکا میتونه حتی به نفع اسرائیل باشه، چرا که اگر که جمهوری خواهان ببرن بایدن نمیتونه به راحتی چنین قراردادی رو در کنگره تصویب کنه.